به نام خدا، من میلاد حیرانی پور هستم. با آموزش مدل سازی و تحلیل انرژی در نرم افزار ریوید در خدمتتون هستیم. تو این جلسه قصد داریم به بحث معرفی بیشتر سایت های اینترنتی گرین بیلدینگ استودیو بپردازیم و اینکه از این سایت میشه چجوری خروجی گرفت و این خروجی رو داخل سایر نرم افزارهای تحلیل انرژی مثل دیزاین بیلدر و انرژی پلاس وارد کرد و سپس شروع به فرایندهای بهینه‌سازی در داخل این نرم افزارها پرداخت. خب ما قبلا سایت اینسای 360 رو بهتون معرفی کردیم و خدمتتون عرض کردیم که چجور میشه از این سایت آلترناتیوهای گوناگونی رو با هم دیگه تست کرد و نتیجه این تغییرات رو روی مدلمون ببینیم و بفهمیم که هر کدوم از این آلترناتیوها داره مدل ما رو به کدوم سمت پیش میبره. و در آخر مقدار مصرف خودمون رو بر حسب کیلووات ساعت بر متر مربع در سال بفهم. توی سایت گرین بیلدینگ استودیو ما مدلمون رو اونجا لود کردیم و تعداد خیلی زیادی آلترناتیوهای گوناگون رو روش آنالیز گرفت و نتایجش رو در اختیار ما قرار داد. گاهی ما می‌خوایم فقط از این نتایج به عنوان یک خروجی استفاده کنیم و اونو داخل سایر نرم‌افزارهای معتبرتری مثل انرژی پلاس و دیزاین بیلدر شروع به تحلیل کنیم. خب یه قسمت دیگه‌ای که این سایت در اختیار ما قرار میده بحث مصرف آبه که با توجه به یه سری اطلاعاتی که از خود کاربر میگیره مقدار مصرف آب رو بر حسب لیتر در سال و همچنین قیمت اون رو بر حسب دلار در سال به ما ارائه میده. شما تو این قسمت میتونید یه خلاصه ای از اطلاعات ساختمون رو وارد کنین و سایت بر اساس اون اطلاعات شروع به محاسبات میکنه. مثل اینکه تعداد سرویس های بهداشتی شما چند تا هستن، چند تا تعداد سینک های اونها و همچنین تعیین کنین که مقدار مصرف اونها به چه صورت های مقدار استاندارد یا کم مصرف هستن. که تو این قسمت میتونین مقدار آیا استخر دارین یا نه و سایر این موارد رو وارد کنین و یه قسمتی رو برای شما قرار داره که روی مقدار بازیافت آب باران، بازیافت آبهای خاکستری و اینکه مقدار بارش سالیانه شما به چه صورته و سایر این اطلاعات رو وارد میکنین و روی قسمت استیمیت میزنیم و سیستم شروع میکنه به محاسبه مقدار آب مصرفی ما.